امیر تتلو دوست داشت که تو مملکت خودش باشه. جوونا همه دوستش دارن. امیر آدم منعطفی هست، ذات خیلی خوبی داره. خدمت همه شما، من تو میشناسیم دیگه، وعید قلیچ هستم، سربازمان سابق پرسپولیس که خب سابقه طولانی تو ورزش فوتبال این مملکت دارم و عاشق وطنم هم هستم. این جام نمیتونم برم جز وطنم. آقا من وظیفه خودم دونستم در مورد آقای امیر تتلو یا آقای مقصودلو یه نکته یه یادآوری کنم. من حتی یه کلیپ هم براش گذاشتم و از دوستان خواهش کردم که این پرونده در خدمت اوناست، خواهش کردم که در حق این بچه محبت بکنن و بدونن که امیر تتلو فقط یه خواننده است، یه خواننده‌ای که جوونا همه دوستش دارن و هیچ کار دیگه ای نکرده جز خوانندگی و خدمت به جوان ها لحاظ اون صدای مخملی که داره. درود به همگی، علی صلاح‌پور هستم. اکثر شما که طرفدار امیر خان هستید منو میشناسید. خیلی وقت دوست داشتم با تون صحبت کنم، خیلی دلتنگ رفیقم هستم و امروز گفتم یه تایمی رو بذارم در مورد یه سری مطالب در مورد امیر با تو صحبت کنم. امیر توی مدتی که توی استانبول بود واقعا یه درست دوست داشت، ممکنه شده، ولی همیشه احساس غربت میکرد، دوست داشت که تو مملکت خودش باشه. بارها بارها چندین پیشنهادی رو که بهش دادم و من در جریان هستم که بره اونجا توی کشور دیگه با پاسپورت اونجا رو قبول نکرد به خاطر اینکه دوست داشت پاسپورت مملکت خودش رو داشته باشه. چند روزی که بد جور دلم تنگ شده براش، خیلی دلم میخواد حتی اقل صداش رو بشنم. هفته ها بود یه همه میپرسدن آقای وحید خان چرا شما که وقت داری کلاس آموزش دروازه‌بانی نمیذاری واسه یه بچه هایی که دوست دارن دروازه‌بان بشن؟ و من خیلی خوب از خدا میخواستم یه شرایطی فراهم بشه که بتونم این کارو انجام بدم و این خدمت رو به بچه های مردم بکنم، چون من کسایی که دروازه‌بان باشن و استعداد داشته باشن خیلی بهش علاقه دارم. خب من خودم مربی دروازه‌بان پرسپولیس بودم، مربی دروازه‌بان های بزرگی بودم، آقای آبدزاده، آقای فنایی، آقای داوود فنایی، فرشید کریمی و استعدادی که خودم کشف کردم علیرضا حقیقی، اینا گلرایی بودن که من باهاشون چند سال کار کردم. و توی یکی از کلیپان گفتم آقا من ستاره‌ای ندارم، اینقدر من سوال نکنیم، من ستاره‌ای ندارم تو آسمون که بخوام از پس این ماجرا بر بیام، چون این کار خرج داره و من باید زمین بگیرم، باید وسایل تمرین بگیرم، باید داشته باشم که این کارو بخوام انجام بدم، توپ بگیرم، من حتی یه توپ هم نمیتونم بگیرم، پس من میتونم بگم ستاره‌ای تو آسمون ندارم که بخوام این کارو بکنم. چند روزی گذشت از جانب امیر تتلو با من تماس گرفتن که شما چرا میگی ستاره ما تو آسمون ندارم، بیا علاش ستاره شما من ستاره تو، بیا ببینم چیکار میخواد بکنی. با همون لحن، با محبتی که خب همه سراغ دارن ازش، چون دلی داره انزه دریا خیلی وسیعه. خلاصه دوستانی رو معرفی کرد به نام پیمان و مجدوا، اومدن پیش من و گفتن ما اومدیم که اون وسایلی که شما میخوای ما واسه شما تهیه کنیم. چی میخوای؟ گفتم زمین. آقا پیمان یک سال واسه من زمین گرفت. گفتم توپ و وسایلی که مال تعمیر دروازه‌بانه اونم ندارم. مجربا تا یک سال برای من توپ و وسایل تمرین و لباس تمرین که بین بچه‌ها تقسیم کنم همه اینا رو گرفت برای من.
حتی یه دوستش اومد به من گفتش که من شهابم، بیا من شما رو ببرم دندوناتم درست کنم. ما رو بردن جایی دندونامونم درست کردن. و یکی دیگه اومد گفتش که من لباسای امیر تتلو رو میدم، برای شما هم میخوام لباس تهیه کنم، چی لازم داریم؟ من تا اومدم دهن باز کنم بگم نمیخوام، دیدم فرداش گرمکن و کفش و کفش فوتبال و همین چیزا رو واسه من تهیه کردن. خب وقتی این چیزا رو من دیدم اصلا تا یکی دو روز من حالم بد بود، یعنی میگفتم پیش خودم که یعنی میشه یه آدمی که این فرسنگ ها از آدم دوره اینقدر احساس نزدیکی با آدم بکنه و برای بچه ها، برای جوان ها اینجور قدر موثر برداره. خب این از کسی بر نمی اومد جز ادیا بودن، ادعای خیلی کارا میکردن تو همین ایران خودمون، تو همین تهران هیچ کدوم هم کاری انجام ندادن و از بغل من خیلی ساده گذشتن، ولی امیر تتلو دست منو باز گذاشت این کار و الحمدلله دو ساله من گلرهای خیلی خوبی تربیت کردم و هر روزم گزارش کارم رو همینجا میفرستادم ترکیه برای امیر که ببینه که ما چجور عالی کار میکنیم، چقدر مصمد سمر تلاش میکنیم. و اون بچه های بودن که خب تتلو خواننده بزرگی بود و اون بچه ها خوشحال بودن که حامیشون امیر تتلوه. امیر آدم منعطفی هست، ذات خیلی خوبی داره، با از کسی که خیلی انتظار داره بهش چیز میکنه، باهاش سخت برخورد میکنه، از کسی که انتظار داره. کسایی هستن که خیلی آدمای شناخته شده ای هستن، خیلی وقتا با امیر خیلی چیزا گفتن ولی امیر جواب بهشون نداره، ولی از کسی که دوستش داره و انتظار داره اومده خیلی وقتا یه سری چیزا رو مطالب رو گفته. از مسئولین خواهش میکنم یه فرصت دیگه به این بچه بدن، ایشون خیلی پتانسیل خیلی بزرگی داره. من خواهش میکنم از مسئولین، از اونایی که دست اندر کار قوه قضاییه هستن و دستی با آتیش دارن، خواهش میکنم که خود خدا گفته، خود حضرت محمد رسول الله گفته اگه 100 بار توبه شکستی بازار. خب الحمدلله مملکت ما هم جوریه که اگر کسی حرکتی بکنه و توبه کنه توبهش رو قبول میکنن و راه رو واسهش هموار میکنن. امیدوارم که یه طوری بشه که راه هم واسه این خواننده محبوب کشورمون هموار بشه و بتونه خدمتهایی که باید انجام بده انجام بده و میده، چون واقعاً قلبی که من دیدم قلب بسیار پاک و بی‌آلایشیه که میتونه به جوانای مملکت ما خدمت بکنه. این فال اینم تماشا، اگر یه همچی چیزی نشد من اصلا اسمم عوض میکنم، چون واقعا من آدم شناسم، از دور یکی بیادش میگم این چجوری هستش، واقعا انسان برجسته، واقعا میشه ازش حمایت کرد و اونجوری که دلمون میخواد باشه. امیر خیلی دوست داره توی ایران کنسرت بذاره یا مجوز بگیره. از مسئولین این تقاضا رو هم دارم که یک بار اعتماد کنید و به این پسر دوست داشتنی اجازه بدید یا یک کنسرت یا چند تا آهنگش رو توی ایران اجرا کنه، چون واقعا بهش پیشنهادهای خیلی بزرگی شد ولی خیلی دوست داره که تو کشور خودش این اتفاق بیفته. یک بار بهش اعتماد کنید و مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. امیر دل واقعا پاکی داره، یعنی دوست دارم و این خواهش رو دارم که امیر بتونه بیاد بیرون و به کارهای هنری خودش ادامه بده. پس لطفا همگی کمک کنید، امیر دل پاکی داره، باور کنید خیلی جاها تو این زلزله‌های اخیری که توی ایران توی ترکیه شد خیلی کمک کرد، یعنی اون چیزی که داشت بود کمک کرد. خیلی دوست داره به تتلیتی‌ها، به دوستای خوب و طرفداراش بهترین حال رو بده. پس لطفاً
به این بچه لطفاً بازم دارم خواهش می‌کنم که اعتماد کنید، یک بار اعتماد کنید، به هیچ عنوان پشیمون نمی‌شید. بدرود.